خب دوستان عزیزم، تکنیک درک کردن رو در ساز هنگ درام میخوام باهاتون کار کنم، بهتون درس بدم. همطور که میبینید هرگاه 3 ضربه متوالی روی تنفیر پشت سر هم روی ساز بخوره بهش میگن تکنیک درک کردن. خب دوستان عزیزم، شروع میکنیم با هم این درس خوشگل رو، درک کردن رو. ببینید همطور که گفتم، ما اگر 3 ضربه متوالی با یک کم سرعت بالاتر رو توی حالا 3 تا تنفیل مختلف بزنیم، در واقع درک کردیم. من توی تنفیل 1، 3 و 6 دارم این کار رو الان انجام میدم که آکورد فا ماژور رو میسازه، و توی این پترن میخوام این رو شروع کنم باهاش. ببینید میگه پترنمون الگوی ریتمینگش میگه 1 و 2 و 1 و 2 و. این ضرب اولمونه، این ستا با هم. اینو بعد اول تو خونه میگه 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. این رو باید تو خونه اول با سرعت پایین این درگر رو تمرین کنی. ببین، و مطلب اصلیش اینه که این دوتای اول رو تاچ تو پایین تر بزنی، ضربه آخری رو که تاچ ضربه سومت هست رو نرمال بزنی. میشه؟ این زیباتر میکنه ضربه رو. و میایم این رو دوبار میزنیم، این میزان رو میگه 1 و 2 و 1 و 2 و. اوکی. بعد میایم رو آکورد سی بمولمون دوباره همین کار رو انجام میدیم. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. آرومش میزنم، کم کم تندش میکنید. این نیاز به تمرین داره، عجله نکنید. یکی دو روز اول آلومه رو تمرین کنید، بعد میتونید کم کم تندش کنید. این برم میگه 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. بعد میایم رو آکورد سوممون که 2 ماژور هست، این در واقع ضربه اولمونه، این ستا با هم دوتا میشن پیش ضربه این. بعد یک فیلینگ یا پاساجی داری که دوباره برمیگرده به اول قطعه، میاد میگه 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2. اینا دولا چنگه، یکی چنگه. پس کل قطعه رو برات میزنم. در ادامه میتونی بعد از 2-3 بار تمرین حالا نیم ساعته یا یه ربعه، میتونی یک کم سرعت رو ببری بالا. هر وقت سرعت رو بردی بالا، دوباره این تاچ این دوتای اول درگتو بیار پایین تر. میریم تو سرعت بالای یه بزنیم، حالا اینو میتونی بعد از یادگیری تو خیلی از ایمپرووایز نوازی های خودت اجرا کنی و هر جایی که دوست داشتی میتونی این رو بزنی. من دارم مثلا الان بداهه میزنم دیگه. ببین سر ضربای اول هم همه درگا رو دارم میزنم. دوباره